سلام، به 15 برنامه باکس آفیس کلوت خوش اومد. قرار تازه ترین رویدادهای سینمایی، جدیدترین تیزرهای منتشر شده فیلم‌ها و سریال‌ها و بالا پایین گیشه در 32 هفته سال 2022 رو با هم مرور کنیم. امیدوارم از تماشای این برنامه خوشتون بیاد و نظراتتون رو حتما برای من کامنت کنین. از اینکه با سابسکرایب، لایک و کامنت از صفحه حمایت می‌کنین، بی‌نهایت سپاسگزارم. ازرا میلر بالاخره یک کم سر عقل اومد و از همه کسایی که باعث رنجششون شده عذرخواهی کرد. او گفته که دچار مشکلات روانی حاد شده و مراحل درمان رو به تازگی شروع کرده. انتشار اولین نقدها درباره سریال خانه اژدها کمی نامید کننده بود. سریالی که از این هفته از استریم HBO پخش خواهد شد و اسپینافی از گذشته سریال بازی تاج و تخته. منتقدان نمره چندان بالایی به سریال ندادن. تا اینجا گفته میشه علارغم خوش ساخت بودن کمی حوصله سربره، با صحنه های طولانی دور میز و شخصیت های خاکستری که خیلی ناگهانی کشته میشن و توی ذهن نمیمونن. Rhaenyra Targaryen. Dreams didn't make us kings. نتفلیکس با انتشار تیزری از پخش سریال کمدی فانتزی ونزدی خبر داد. Miss Adams, you certainly had a very interesting educational journey. سریالی درباره یکی از کاراکترهای خانواده آدامز به نام ونزدی که قراره هم بر قدرت‌های ذهنی خودش مسلط شه و هم در مقابل هیولایی که توی شهر مشغول کشتار شهروندانه بیسته. یه راز فراطبیعی که 25 سال پیش کل خانواده رو تحت تاثیر قرار داده. البته احتمالاً بعد تا 3 پایانی سال منتظر انتشار این سریال بمونین. تیزر ببینیم از آخرین فیلم دوران بازیگری بروس ویلیس که چند ماه پیش به خاطر آلزایمر این حرفه را به طور کلی کنار گذاشت. فیلم واگر روم یا اتاق کنترل. یه مأمور فدرال توی خونه خودش هدف یه گروه ضربت قرار گرفته و همکاراش از فاصله 50 مایلی با نظارت بر دوربین‌ها او رو در نبردی نابرابر هدایت می‌کنن. بزرگترین توزیع آبجو تا به حال، یک کمدی درام ماجراجویی با بازی راسل کرو، زک افرون و بیل مورای. این فیلم ماجرای مردیه که توی سال 1967 نیویورک رو برای رسوندن آبجو به بچه محله دوران کودکیش ترک میکنه. این دوستای قدیمی البته الان درگیر جنگ تو ویتنام هستن. اکران این فیلم هم برای 30 سپتامبر برنامه ریزی شده. جدیدترین تیزر کمدی رومانتیک درباره سرنوشت هم منتشر شد. فیلمی که اوایل سپتامبر اکران خواهد شد. فیلم داستان یه دختر پسره که به عشق باور دارن اما به نظر میرسه نمیتونن معنی واقعیش رو بفهمن. تو پیچ و تاب داستان سرنوشت اونا رو یه شب طوفانی سال نو در مسیر هم قرار میده تا این کمدی سر و شکل بگیره. جدیدترین تریلر فیلم راهزن هم منتشر شد. You see that banquet over there? I can get in and out in 3 minutes. And do what? Rob it. این فیلم با بازی مل گیبسون ماجرای یه جنایتکار حرفه‌ایه که از زندان میشیگان فرار کرده و با هویت جدیدی رفته کانادا، اما حالا تحت تعقیب یه گروه ضربته و تازه یه برنامه سرقت بزرگم قرار اجرا بکنه. نتفلیکس از تیزر درام اکشن جنایی پایان جاده هم رونمایی کرد. برندا و خانوادهش تو مسیرشون در صحرای نیو مکزیکو توسط یه قاتل مرموز تعقیب میشن تا این سفر طولانی براشون به کابوسی تمام نشدنی بدل شه. این فیلم هیجان انگیز که یادآور فیلم های مهم و جذاب ژانر جاده‌ایه 9 سپتامبر به نمایش در میاد. خبر خوب این که خواهر کوچیکه شرلوک هولمز به زودی به صحنه برمیگرده.
این بار البته یه پرونده واقعی به الونا ارجاع شده و باید دنباله یه دختر گم شده بگرده. میلی بابی برون، گرونترین بازیگر زیر 20 سال دنیا که در قسمت اول این فیلم و سریال استرنج تینگز هم بازی درخشانی از خودش ارائه داده بود، بار دیگه نقشه الونا رو داره. و البته هنری کویل هم برای دومین بار در قامت شرلوک هولمز به صحنه میاد. این فیلم 4 نوامبر اکران میشه، کمتر از 3 ماه دیگه. تیزری هم از فیلم زندگی منتشر شد، یه درام انگلیسی که اقتباس در اقتباسه. فیلم نامه رو کازو ایشیگورو از فیلم ایکیرو ساخته آکیرو کوروساوا اقتباس کرده که خود اون فیلمم الهام گرفته از رمان روسی مرگ ایوان ایلیش نوشته لئو تولستوی بوده. فیلم تو سال 1952 لندن اتفاق میفته که یه آقای بروکرات به بیماری کشنده ای مبتلا میشه. زندگی هم 11 نوامبر روی پرده خواهد رفت. بریم نیم نگاهی به باکس آفیس بندازیم. تو هفته‌ای که مجموع فروش آمریکای شمالی به 100 میلیون دلار هم نرسید. فیلم دلهره‌آور سقوط در اولین هفته اکران خونه 10 باکس آفیس رو اشغال کرد. بکی که همسرش رو به تازگی در یه صخره نوردی از دست داده، دچار افسردگی شده و دوستش هانتر سعی میکنه او رو برای سود از یه دکل رادیویی وسط بیابون تهییج کنه. اما آیا به تجربهش میارزه؟ سقوط 3.5 میلیون دلار تو گیشه فروخت و بعید هفته های بعد فروش امیدوار کننده ای داشته باشه. الویس تو خونه نهم مونده. این درام زندگی نامه ساخته باز لورمن به زندگی پرحاشیه ی الویس پریسلی، ستاره ی بیچون و چرای موسیقی پاپ در قرن 20 میپردازه. فیلمی با بازی آستین باتلر در نقش الویس و تام هنگس در نقش کنولل پارکر. الویس در 8 هفته اکران 4,165,000 دلار فروخت و مجموع فروش فیلم هنوز به 150 میلیون دلار نرسیده. کمدی جنایی سیاه بادیز 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 با 8 بل سود در 2 هفته اکران به خونه 8 جدول اومده. چند تا جوون پولدار برای تفریح به ویلای بیرون شهر اومدن، اما بازیشون از یه تفریح به جنایت واقعی کشیده میشه. این فیلم تحسین شده با 4.7 میلیون دلار فعلا تونسته در تاپ 10 باکس آفیس جا خوش کنه. Our friend is dead. درام جنایی و رازآلود جایی که کرودت آواز میخواند هم تو خونه 7 جدول مون. کیا در بچگی در مردابهای کارولینای شمالی رها شده و به تنهایی رشد کرده، اما حالا نزدیک شدنش به 2 مرد جوون براش بدشگون بوده و زندگیش رو از قبل هم تیره و تیره تر کرده. She killed him. I know you have a world of reasons to hate these people. No, I never hated them. این درام دلهره‌آور این هفته 6.5 میلیون دلار دیگه به حساب سونی پیکچرز ریخت و مجموع فروش فیلم هم به 75 میلیون دلار نزدیک شد. Life persists. مینیون ها گرو بر میخیزد. پرفروشترین انیمیشن سال در 7 هفته اکران 7.7 میلیون دلار دیگه فرو. گرو یه نوجوان بدخلقه که میخواد خودش رو در بین ابرشرورهای جهان جا کنه، ولی رقابت سختی در پیش داره و مینیون ها هم قراره در این راه کمکش کنه. جدیدترین محصول یونیورسال پیکچرز تا حالا 346 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروخته و نشون داده این فرانچایز حالا حالاها در گیشه موفق خواهد بود. فیلم دلهره‌آور و علمی تخیلی نوب با 2 پله سقوط به خونه 5 باکس آفیس اومده.
آخرین ساخته جردن پیل ماجرای اهالی یه دره دورافتاده در کالیفرنیا است که شاهد کشفی عجیب و وحشتناکن با وقایعی که به موجودات فرازمینی وابسته است. فروش 8 میلیون دلاری نوپ مجموع درآمد فیلم در چهارمین هفته اکران رو به 110 میلیون دلار رسوند. سور عشق و تندر برای حفظ خونه چهارم جدول فقط به 2000 دلار فروش بیشتر از نوپ بسنده کرد. What's it been like? 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. این فیلم ابرقهرمانی دنیای مارول ماجرای جنگ سور با گور قصاب خدایانه که اگر تو شکست بخوره سرنوشت همه خدایان توسط این شرور قدرتمند به مرگ ختم میشه. فروش 7,997,000 دلاری فیلم مجموع درآمدش رو به 328 میلیون دلار رسوند. انیمیشن دیسی لیگ آف سوپر پتس هم چندان رونقی به گیشه نداده. My dog's the best, but he's not the greatest with other animals. What is جدیدترین محصول DC و برادران وارنر داستان حیوانات خانگی ابرقهرمان‌های دنیای DC رو دنبال می‌کنه. جایی که سوپرمن روبوده شده و کریپتو سوپر سگ باید عملیات نجاتش رو رهبری کنه. این انیمیشن در سومین هفته اکران 10 میلیون دلار فروخت و مجموع فروشش به نزدیک 62 میلیون دلار رسید. My dad believed in you. Everything I need to have you court-martialed. Top Gun Maverick به خونه دوم جدول برگشته. اونم نه با اوج گرفتن، با حفظ ارتفاع. جدیدترین فیلم تام کروز در 12th هفته اکران با تنها 3% کاهش فروش مواجه شد. After admit I wasn't expecting an invitation back. کاپتان ماوریک و تیم تاپگان رو در عملیات بمبارون یه زرادخونه هسته‌ای مخفی تو کشوری ناشناخته هدایت کنه. This is your captain speaking. Today's exercise is dogfighting. Two versus one. فیلم این هفته تو استریم‌های آنلاین هم منتشر شد و دیگه تو خونه هم میشه به تماشای یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما نشست. مجموع درآمد تاپگان ماوریک با 11 میلیون دلار فروش این هفته از 677 میلیون دلار در آمریکای شمالی عبور کرد. Creek International Business Solutions, how can I help you? I am ready. کمدی اکشن بالاترین در صدر جدول موند. Yeah, I'm not the only one on this train looking for this case. جدیدترین نقش آفرینی براد پیت و ساندرا بولاک با فروش نزدیک 20 میلیون دلاری در دومین هفته اکران همچنان خونه بالایی جدول باکس آفیس است. قرار مأموریتی پرهیجان رو در قطاری عجیب و غریب شاهد باشیم و براد پیت باید توی این مسافرت با 4 قاتل مزدور دیگه که مأموریت مشابهی دارن مبارزه کنه. مجموع فروش جهانی فیلم همین هفته به 123 میلیون دلار رسید. تو هفته پیش رو 2 فیلم و یه انیمه جدید وارد گود میشن تا ببینیم آیا میتونن شور و حال خاصی به گیشه بدن یا این بیرونقی و بیرمقی همچنان در سینماهای آمریکا ادامه خواهد داشت. فیلم ترسناک روانشناختی یتیم نخستین قتل یکی از تازه واردهای این هفته است. فیلم گذشته استر رو نشون میده که چطور تونست با فریبکاری از بیمارستان روانی توی استونی خودش رو به جای بچه خانواده آمریکایی جا بزنه. اسپینافی از فیلم دلهره‌آور و روانشناختی یتیم محصول سال 2009. فیلم ماجراجوی و دلهره‌آور هیولا با بازی ادریس آلبا هم به سینماها میاد. داستان مردی که با فرزندانش سفری رو توی آفریقای جنوبی آغاز کرده و باید از پس یه شیر وحشی بر بیاد تا خودش و خانواده‌اش رو نجات بده. پس از سالهای انیمه ژاپنی هم در آمریکای شمالی اکران میشه، البته با دوبله انگلیسی.
دراگون بال سوپر سوپر هیرو که به صورت سه‌بعدی تولید شده و جدیدترین قسمت از سری دراگون بال حساب میشه. ارتش روبان قرمز از گذشته گوکو به دوران ما بازگشتن و حالا قرار مأموریتی برای نجات زمین شکل بگیره. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و قرار هفتگیمون تو باکس آفیس رو فراموش نکنین. از اینکه وقتی رو با هم می‌گذرونیم خیلی خوشحالم.